مورد این سوختای لو سولفور که برای کشتی ها بودش، من یادم دو سال پیش ما خبرشو زدیم، اون موقع میگفتن که یه مینی ریفاینری رو تشکیل دادن، الان این چجوری شد؟ این توسعه پیدا کرده؟ این ببینید فناوریش توسعه پیدا کرده، چند تا مجموعه هستن که دارن کار میکنن. مسئلهش بیشتر از بازار مسئله خوراکه، این که چه نوع خوراکی رو تحویل بگیره، چه محصول رو تحویل بده، تقریبا از نظر توان فناورانه اثبات شده با در واقع جریانی که در طول سالهای قبل داشتیم. این که از نظر هم فرایند بیاد استاندارد بشه، یعنی تایید استاندارد رو بگیره، یک مرحله است که داره تلاش میشه که انجام بشه، ولی همین هم یه وابستگی به تأمین خوراک داره. مناسبات و معادلات اقتصادی خورده اجازه چیز رو نه خوراک داخلی هستش در همین حد بپذیرین. آره، اگر ما انشالله بتونیم مسئله غیر فنیه تأمین خوراک، این غیر فنیه، بله مسئله غیر فنیه، این رو بتونیم حل بکنیم، از نظر توان فناورانه نه یه شرکت، چند شرکت هستن که حالا یکیشون جلوتره، چند شرکت دیگه هم با روش‌های دیگری دارن کار انجام میدن که ما بتونیم سوخت کشتی رو تأمین بکنیم، چون مسئله سوخت کشتی یک مسئله مهمه توی کشورمون. الان بخش قابل توجهش داره واردات میشه، اون بخشی هم که داخلی داره تأمین میشه ظرفیت تولید محصولات دیگه ای رو گرفته. امیدواریم که بشه این رو حلش کرد انشاءالله، حالا با کمک مشخصا معاونت علمی، چون اون بخشی که ستاد نانو برای توسعه فناوریش مأموریتش بوده تا حد زیادیش انجام شده. عرض کردم ما توان فنیش رو توی کشور الان دارن شرکت های نانویی، امیدواریم که انشاءالله این باقی اجزای معادلم نه لزوما، نه فقط استاندارد نیست، این فرایند باید استاندارد بشود، این فرایند باید استاندارد بشه، یعنی جدا از اینکه محصول چه ویژگی رو داره، فرایند هم باید تایید استاندارد رو داشته باشه. خود این یه وابستگی به سازوکار تامین خوراک رو داره. الان تولید میشه این نوع سوخت ها؟ چون گفتن که یه دونه مینی پالایشگاه هم براش راه اندازی شده، اون الان فعال هست؟ یک واحد کوچیکی در واقع ستاپ شده، راه اندازی شده، ولی الان تولید نداره، نه توی اون ظرفیتش تولید نداره، نه.